میلاد رسایی منش فعال کارگری ایران از استکهلم همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای رسایی منش. با توجه به اینکه چندین اتحادیه کارگری در اروپا پیشتر در آستانه برگزاری همین کنفرانس سازمان بین المللی کار از کارگران ایران حمایت کرده بودند، چقدر احتمالش هست؟ شما چقدر احتمال میدین که اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و یا اجلاس سازمان کار تحقق پیدا بکنه؟ درود بر شما و مخاطبین عزیز تلویزیون ایران اینترنشنال. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اجازه بدید یه نکته بسیار مهم رو تاکید بکنم، روش انگشت بزنم، در توش صحبت بکنم. اونم اینه که ببینید، جنبش کارگری در ایران رو شما نباید در حد یک صنفی که یه سری مطالبات مشخص معیشتی داره تقلیل بدید. جنبش کارگری در ایران به طور واقع بخشی از پیکر همون جنبش سرنگونی طلبانه هست که اتفاقا یکی از مهمترین و پیشروترین در حقیقت بخش‌های این جنبش رو نمایندگی می‌کنه و در طی انقلابی که قریب به شاید 8 یا 9 ماه هست که ازش میگذره، انقلاب مهسا، ما میبینیم که چه نقش مهمی رو در تشکیل اعتصابات، در دادن بیانیه‌ها و غیره ایفا کرده. سنتا شاید یک گرایشی در چپ ایران وجود داشت که در حقیقت کارگر رو یک صنف میدید، مطالباتش رو حداقلی و معیشتی میدید و به این اعتبار مثلا مطالبه برای آزادی زن یا لغو حکم اعدام رو اصلا مرتبط با جنبش کارگری نمیدید. امروز که صحبت میکنیم به یمن مبارزات در حقیقت کارگران، به یمن مبارزات مردم و خب به حسب حضور احزاب و کسانی که کار فکری در این زمینه انجام دادن، ما میبینیم که بیانیه‌ای که در حقیقت کارگران و تشکلات مستقل از داخل کشور میدن، نه تنها انگشت روی در حقیقت وضعیت کارگران و مزدبگیران میذاره، خواست زنان، خواست در حقیقت اتنیک ها و سایر در حقیقت اقشار و طبقات مردم رو هم مطرح میکنه. به همین اعتبار این در حقیقت یک بخش مهم جنبش کارگری، یک بخش مهم از جنبشی هست که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هست. به همین اعتبار هم وقتی نگاه میکنیم بعد از اینکه انقلاب مهسا شکل گرفت، به اعتبار اینکه انقلاب مهسا یک جنبش جهانی بود و جهان در حقیقت به احترامش به پا خواست، میبینیم که تشکلات کارگری، گروهایی که در حقیقت در رابطه با حقوق کارگران در سطح دنیا فعالیت میکنن، بیانیه‌های مختلفی رو در حمایت از کارگران صادر کردن. در همین در حقیقت اول ماه می که گذشت، من بیانیه رو از حزب سوسیال دموکرات در سوئد میدیدم که حمایت خیلی قاطعی کرده بودن از هفتپه و سایر در حقیقت کارگرانی که در ایران دارن مبارزه میکنن. پاسخ سوال شما رو بخوام بدم، اینکه از ILO جمهوری اسلامی اخراج بشه، خواستیه که سال هاست فعالین کارگری، احزاب انقلابی و مترقی خواهانش هستن. چقدر ما به این خواست نزدیک شدیم؟ به نظر من نزدیکتر از هر موقع دیگه هستیم. البته خب نهادهای بین المللی، سازمان ها، میدونیم که همچنان یک اشتهای وسناپذیری در کار و دقیقاً مذاکره و همکاری با جمهوری اسلامی دارن، ولی موقعیت کارگری، موقعیت مبارزاتی مردم به شکلی هست که ما امروز بیش از گذشته نزدیک شدیم که در حقیقت نمایندگان جمهوری اسلامی از ILO اخراج بشن. آقای رسایی منش، حالا صرف نظر از پذیرش این درخواست یا ردش در آینده مشخص میشه، اهمیت نامه های این چنین، بیانیه های این چنین که وضعیت در واقع کارگران رو، معلمان رو بیان میکنه، شما اینا رو در چه میبینید؟ ببینید، این نکته رو شما باید مد نظر داشته باشید. در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی، کارگران، زحمتکشان که الان موضع بحث ما هست، به خواسته های خودشون نخواهند رسید. یه بحث های واقعا زرد و غیر آکادمیکی رو در این چند وقت گذشته حاکمیت را انداخته که گویی نئولیبرالیسم و اقتصاد ملی اینو جدلی بینشون هست و اگر از این به اون یکی سوئیچ بکنیم در چارچوب همین نظام وضعیت کارگران بهتر خواهد شد. این بسیار غلطه. حکومت جمهوری اسلامی تا زمانی که هست، کارگران به حقوق خودشون، به حداقل حق حقوق خودشون نه تنها دست پیدا نخواهند کرد که هر روز فقیرتر خواهند شد. ماهیت در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی حداقل در بعد اقتصادی همین استثمار و سرکوب هست. نکته سر اینه که اگر ما در حقیقت جنبش کارگری رو، همونطور که من توضیح دادم، بخشی از همون پیکره عظیم جنبش سرنگونی تعریف بکنیم، اون وقت اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از نهادهای بین المللی از جمله همین ILO کمک بسیار مهمی خواهد کرد به مردم برای سرنگونی این حکومت. در رابطه با مثلا آفریقای جنوبی، شما اگه تاریخ رو بررسی بکنید، میبینید که یکی از المان‌های مهمی که کمک کرد به مردم برای اینکه بتونن از شر حکومت آپارتاید خلاص بشن، این بود که دنیا بهشون کمک کرد، به مردم مبارز و در واقع نمایندگان آفریقای جنوبی رو از عرصه‌های مختلف اخراج کرد یا بایکوتش کرد.
یکی از مهمترین عرصه‌ها عرصه کارگری هست و خب اگر ILO نمایندگان این حکومت ضد کارگر رو در حقیقت اخراج بکنه، این بسیار بسیار به نظر من اعتماد به نفس کارگران رو افزایش خواهد داد، تشکلات رو متشکل‌تر خواهد کرد و من فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته شاید بیانیه‌های رادیکال‌تر از جانب در حقیقت کارگران خواهیم بود. به همین اعتبار به نظر من بسیار اهمیت داره که در حقیقت ما تلاش بکنیم که ILO رو مجبورش بکنیم، نه مجاب، مجبورش بکنیم که نمایندگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنن. بله، میلاد رسایی منش فعال کارگری، ممنون از همراهی شما.